با درود به شما دوستان، سپاسگزارم که کانال من رو برای تماشا انتخاب کردید. من رضا هستم از شهر ازبرگ دانمارک و از صمیم قلب به حسن سلیقتون برای انتخاب ویدیوهای من تبریک میگم. خب دوستان، تو این ویدیو میخوایم سه تا کشور دانمارک، کانادا و پرتغال رو با همدیگه بررسی کنیم و من نظر خودم رو با شما دوستان به اشتراک میذارم که ببینیم کدومی که از این کشورها برای مهاجرت بهتره و در نهایت تصمیم با شما دوستان خواهد بود. بدون هیچ حرف اضافه بریم سراغ این دو تا کشور. من میخوام این ویدیو رو خیلی کوتاه نگه دارم، مطالبی که برای شما یادداشت کردم خیلی زیاد هست، سعی میکنم که خیلی زود اینا رو بگم که ویدیو طولانی نشه. خب همونجوری که میدونید با شاخص‌های اقتصادی شروع میکنیم. جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی دانمارک 66000 دلار به ازای هر نفر است، کانادا 54000 دلار. خب این نشون میده که دانمارک حدود 12000 دلار به ازای هر نفر تولید ناخالص داخلیش بیشتر از کانادا هست و همچنین نرخ بیکاری کانادا دو برابر دانمارک. فلیشن یا نرخ تورم در دانمارک حدود 2% کمتر از 2% و در کانادا 5.6%. خیلی واضحه که کشورهای اسکاندیناوی معمولا دانمارک، نروژ و سوئد و فنلاند، اینا معمولا شاخص اقتصادیشون خوبه، کمتر کشوری پیش میاد که بتونه با اینا رقابت کنه. حتی کشور مورد علاقه من انگلستان هم نمیتونه با این کشور رقابت بکنه، کانادا که جای خودشو داره. خیلی واضح نشون داد که دانمارک از نظر شاخص اقتصادی خیلی بهتر از کانادا هست. اما من خودم به شخصه اگر یکی ازم بپرسه میگم کانادا رو انتخاب کن برای مهاجرت، به دو دلیل عمده، یکی زبانش هست و یکی هم مدت زمان دریافت پاسپورت. همینجوری که میدونید کانادا زبانش انگلیسی هست، البته یه قسمتش هم فرانسوی صحبت میکنه. دو تا زبان بین المللی زبانهای اصلی کشور کانادا هستن، ولی خب دانمارک دانمارکی دیگه، یه مقداری سخت میکنه کار رو برای دوستان. حداقل ما با انگلیسی یا فرانسه یک مقدار آشنایی داریم ولی با دانمارکی اصلا آشنایی نداریم. و همچنین مدت زمان دریافت پاسپورت دانمارک 9 سال مینیمم. اگه مشکلی پیش نیاد، اگه همه چی روی روال پیش بره، اگه کار کرده باشید، مالیات داده باشید، 9 سال هست. ولی خب کانادا اگر با پی آر وارد شده باشید، شما 3-4 سال دیگه میتونید پاسپورت یا شهروندی کانادا رو بگیرید. به خاطر این دوتا فاکتور اصلی و مهم، از دید یک مهاجر کانادا کشور بهتری است به نظر من برای مهاجرت. حالا من اجتماعی دیگر هم براتون میخونم، ولی این دوتا عامل خیلی مهم هست. من یه بار کانادا رو با آلمان هم مقایسه کرده بودم و گفتم که اگر این دوتا فاکتور رو کانادا نداشت، خب آلمان خیلی بهتر بود. و بازم میگم اگر این دوتا فاکتور مدت زمان دریافت پاسپورت و زبان رو کانادا نداشت، خب مسلما دانمارک کشور بهتری بود برای یک خارجی که مثل ما دنبال کشوری نمیگرده که بخواد بهش مهاجرت بکنه و سری پاسپورتش رو بگیره. خب دانمارک انتخاب بهتری است، ولی از دید یک مهاجر خاورمیانه‌ای به نظر من کانادا انتخاب بهتری است برای مهاجرت دوستان ایرانی. و خب من چند تا شاخص دیگه هم برای شما میگم. چند هر دو این دو تا کشور عضو ناتو هستن. نکته مثبت دیگه هم که کشور کانادا داره اینکه خب اگر فرزند شما در کشور کانادا به دنیا بیاد، تابعیت کانادایی میگیره، ولی در دانمارک اینطور نیست. دانمارک تابعیت پدر مادر رو میگیره اگر فرزندتون در اینجا به دنیا بیاد. کلا کشور اروپایی اینجوری هست، من نمیشناسم کشور اروپایی که اگر فرزند شما اونجا به دنیا بیاد به شما تابعیت اون کشور رو بده. اگر شما میدونید زیر این ویدیو کامنت بذارید. من که ندیدم، معمولا کشور اروپایی اینطوری نیستن. هر دوی این کشورها، کانادا و دانمارک، دو تابعیتی رو قبول میکنن، برخلاف کشور هلند که من یه بار یک نکته منفی گذاشتم تو کفه ترازوی کشور هلند بخاطر اینکه دو تابعیتی رو قبول نمیکرد. اما دانمارک قبول میکنه و کانادا هم دو تابعیتی رو قبول میکنه. آیتم بعدی آیتم آب و هوا هست که به نظر من کشور دانمارک آب و هواش خیلی بهتر است. طبق اون اوریج تغییرات دمایی در طول سال، خب مسلما دانمارک خیلی کشور بهتری هست. مثل کانادا سر زمستون‌های خیلی سخت نداره، تابستون‌هاش هم خیلی معتدل و خوبه. کشور دانمارک رو من گفتم تابستون‌هاش رو با هیچ عوض نمی‌کنم. به نظر من در آیتم آب و هوا یک نکته مثبت میدیم به کشور دانمارک، گرچه بادیه. به هر حال
این نکته منفی رو داره، ولی خب نسبت به کانادا در جایگاه بهتری هست آب و هوای کشور دانمارک. نکته بعدی در مورد موقعیت جغرافیایی هست که باز هم یک نکته مثبت میدیم به کشور دانمارک. دانمارک در اروپا از کشورهای زیادی رو شما میتونید با یکی دو ساعت پرواز بهشون مسافرت کنید. مرز زمینی با آلمان در 3-4 ساعت رانندگی شما میتونید به شهر هامبورگ برسید. خب خیلی مهمه که بتونید به یکی از کشورهای مهم دنیا که آلمان هست با چند ساعت رانندگی دسترسی داشته باشید. یک نکته مثبت رو اضافه میکنه به موقعیت جغرافیایی کشور دانمارک. لندن 2-3 ساعت پرواز هست، با پاریس 2-3 ساعت پرواز هست. کلن موقعیت جغرافیایی دانمارک موقعیت خوبیه، برخلاف کانادا که تنها نکته مثبتش اینه که نزدیک آمریکاست. ولی خب تمام ساید افکت های یک کشوری که موقعیتش بد هست و دور افتاده هست رو داره. اجناس گرونه و همونجوری که من برای استرالیا گفتم شامل حال کانادا هم میشه. اون اختلاف زمانی هم هست دیگه، شما همه جا دنیا روزه، اونجا شبه، اونجا تازه ها روز شروع کنن، اینجا شب میشه. در مورد این دوتا کشور جمعیتشون هست که کانادا 38 میلیون و دانمارک نزدیک 6 میلیون 5.8 میلیون جمعیت دانمارک است. وسعتشون هم خب کانادا قطعا کشور بزرگتری هست نسبت به دانمارک، خیلی بزرگتر، 3.8 میلیون مایل مربع کانادا وسعتش هست. دانمارک 18000 مایل مربع بیشتر مساحتش نیست، گرچه منهای اون گرینلند که یک قسمتی از قطب شمال هست که جز خاک دانمارک حساب میشه، اگر اون رو کنار بذاریم خب کانادا وسعتش خیلی بیشتر از کشور دانمارک است. خب نکته بعدی، این دوتا نکته رو گفتم که به این برسم. برای تراکم جمعیت، تراکم جمعیت دانمارک 137 نفر در هر کیلومتر مربع هست و کانادا 4 نفر. چون دیگه کشور کانادا کشور پهناوری هست. شاخص خدمات اجتماعی، این رو من برای اولین بار میگم، دانمارک نرخ فقر 6.1 هست و کانادا 8.1. نرخ فقر در کانادا اوضاعش خرابتر است نسبت به دانمارک. کلا کشورهای اسکاندیناوی کشورهای پولدار شمال اروپا هستند و خب نرخ فقر هم قاعدتا باید خیلی بهتر از سایر کشورهای دنیا از جمله کانادا باشه. خب دوستان، مطالبی بود که در مورد دو کشور اول کانادا و دانمارک برای شما آماده کرده بودم. خب همونجوری که گفتم، گرچه دانمارک یک کشور تاپ دنیا هست و یکی از کشورهای اول تا سوم شادترین کشورها در دنیا هست، هر سال لیست میشه معمولا کشور دانمارک، نرخ بیکاریش فوق‌العاده پایین هست، یکی از بهترین ها در دنیا است، ولی با این حال از نظر یک مهاجر، از دید یک مهاجر، برای اینکه شما بتونید به اون کشور برید زبانش مشکلی نباشه، چون که زبان خیلی عامل مهمیه، خب کانادا این برتری رو نسبت به دانمارک خواهد داشت. مضاف بر اینکه مدت زمان دریافت پاسپورت کانادا هم خیلی کمتر هست. پس به نظر من در مقایسه دو کشور، من اگه بودم کانادا رو انتخاب می‌کردم. اگه مونده بودم بین اینکه دانمارک یا کانادا، قطعا کانادا رو انتخاب می‌کردم. ولی خب این چیزی از ارزش‌های کشور دانمارک کم نمی‌کنه. بازم بستگی داره که شما کدوم راحت‌تر می‌تونید برید دیگه. خب کادر درمان خیلی راحت می‌تونن بیان دانمارک، دیگه دردسر آیلتس و مایلتس و اینا رو نداره، میان اینجا زبان دانمارکی می‌خونن به صورت مجانی. بهتر بودن کانادا برای مهاجرت از نظر من چیزی از ارزش‌های کشور فوق‌العاده شاد دانمارک کم نمی‌کنه. من چند تا نکته برای شما یادداشت کردم از کشور پرتغال. اینو من اصلا نمیخواستم بررسی کنم، باز به خاطر اینکه یکی از دوستان از من خواسته بود که کشور پرتغال رو بررسی کنم، اینم اضافه کردم در کنار این کشورهای خوب، کشور نه چندان خوب به نظر خود من پرتغالم. یه مختصری به شما میگم، 3-4 دقیقه در مورد این کشور و اینکه چرا به نظر من که مقصد خوبی برای مهاجرت نیست. حتی پل هم نیست دوستان، پرتغال و اسپانیا اینا پل هم نیستن. دلیلش چیه؟ شما میرید چند سال اون کشور میمونید، کار میکنید، حالا یا درس میخونید. میگن پرتغال 5 ساله شما میتونید پاسپورتشو بگیرید، اما برای گرفتن پاسپورت شما باید امتحان زبان اون کشور رو پاس بکنید. چه پرتغال، چه اسپانیا، چه انگلیس، دانمارک، هر کشوری شما برید زبان اون کشور رو باید پاس کنید.
ببینید 5 سال هم میگن پاسپورت پرتغال طول میکشه، ولی 5 سال اسمش هست. به هر حال تا مدارکتون رو برید بررسی بشه مشکلی نباشه، ممکنه 6 7 سال زمان ببره. شما عمر جوونیتون رو گذاشتین توی کشور، زبانش یاد گرفتید، دیگه واقعا موو بعدی برای شما سخت خواهد بود. چرا از همون اول نرید کشوری که بخواید اونجا بمونید؟ پل ساختن معمولا کشور ارزونی باید باشه، هم از نظر هزینه اقتصادی، هم از نظر هزینه که به هر حال شما زندگیتون اونجا، عمرتون رو شما اونجا هزینه میکنید. به هر حال به نظر من از همون اول سعی کنید کشور خوب رو انتخاب بکنید که دیگه نخاطه جا به جا بشید. من سری مشخصات پرتغال هم میگم برای شما. خب تولید ناخالص داخلیش 24000 دلار هست. من گفتم زیر 40 رو اصلا فراموش بکنید، خط بکشید به ازای هر نفر در سال. پرتغال 24000 دلار هست، کشور خوبی نیست. ساید افکتاش هم براتون میگم. خب میگن کشور ارزونیه، البته خب کشورهایی که نرخ تولید ناخالص داخلشون پایین هست قطعا کشورهای ارزونی هستن دوستان، ولی ارزونی همیشه نشانه خوبی نیست. من همیشه میگم هر چی کشور گرونتر بهتر، نشونه از کوالیتی، نشونه از کیفیت. دانمارک میگن گرونه، انگلیس میگن گرونه، خب کشور خوب و کوالیتی و در واقع با کیفیتی هستن اینا. به نظر من پرتغال بر بازنشستگی خوبه. شما برید یکی از کشورهای خوب اروپا، برید انگلیس، سوئد، نمیدونم سوئیس، کشورهای خوب دانمارک، بعد اگه خواستید خوش بگذرونید برید پرتغال، اونجا کشور ارزونی، اونجا بمونید برای بازنشستگی. هوا تابستوناش هم یه خورده گرمتر هست، برید اونجا لذت ببرید. ولی برای اینکه از همون اول برید و بخواد زندگی تو، مخصوصا برای بچه‌ها اصلا خوب نیست. الان من میگم چرا، و به نظر من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم کشور پرتغال. تا این لحظه که من دارم این ویدیو رو برای شما ضبط می‌کنم شاخص‌هاش خوب نیستن دیگه. به هر حال نرخ بیکاریش 8%، نرخ تورمش 8%، زبان پرتغالی هست. یه سری دیگه از بدی‌ها من براتون میگم. خب سیگاری‌های زیاد در معمولا کشورهایی که یک مقدار داغون‌ترن سیگاری‌هاشون هم زیاده. من نمی‌دونم این نسبت سیگار با وضع اقتصاد مردم باید برعکس باشه، یعنی هر چقدر که مردم وضع اقتصادشون بدتره سیگار هم باید کمتر بکشن و پول سیو کنن، ولی نمیدونم چرا این نسبت اینجوریه دیگه. بیقانونی مثل در کارهای اداری طبق تحقیقی که من انجام دادم از دوستان پرسیدم، خیلی بیقانونی دارن. انتظار میره کشورهایی که تولید ناخالص داخلشون کمه بیقانونی هم توشون بیشتر باشه، مثل رانندگی که توجه نمیکنن دیگه. درینک و درایو من شنیدم خیلی توی رانندگی در حال مستی خیلی در پرتغال زیاد هست. چراغ خیلی مثلا میخوان چراغ بزنن رد بشن، مثل مدل خود ما ایرانی ها، ولی اصلا تو دانمارک همچین اتفاقی نمیفته دیگه. یه نکته دیگه که من برای شما یادداشت کردم که تو سواحل پرتغال، سواحلی هستن که اقیانوس اطلس شمالی هستن و آبش سرد اون سواحلی که هست، برای همین به نظر من سواحل پرتغال هم ارزش نداره. سواحل اسپانیا و جنوب فرانسه و ترکیه به نظر من چون دریای مدیترانه هستن و ایتالیا خیلی بهتر از سواحل پرتغالن. آلودگی صوتی خیلی زیاد هست. کشورهای داغون متاسفانه باز یه نسبتی هست که هرچی کشور داغونتر آلودگی صوتیش هم بیشتر. تو هند اصلا یه چیز افتضاحی، ایران هم برای خودش یه مصیبتی هست این آلودگی صوتی. ولی شما مثلا اگه بیان دانمارک، اولین چیزی که من گفتم همیشه به دوستان که آرامش رو، شما از فرودگاه که میاد بیرون واقعا همه جا آرامش داره، و این اولین نکته‌ای بود که به نظر من اومد و این نسبتی هست که بین داغونی یک کشور و آلودگی صوتی هست. حقوقای پایین، خیلی از دوستان گفتن حقوق پرتغال پایینه ولی خب هزینه ها هم کمه. درسته معمولا حقوق یک کشور نسبت به هزینه ها، خب تولید ناخالص داخلیش هم پایین تر هست، انتظار میره که حقوقا کمتر باشه، هزینه های زندگی هم پایین تر. اما مشکلی که برای شما پیش میاد وقتی توی کشوری هستید که ارزونه، مسافرت کردن برای شما سخت میشه. وقتی مثلا شما در انگلیس زندگی میکنید یا دانمارک زندگی میکنید، اگه مسافرت بکنید مثلا به اسپانیا، همه چیز براتون ارزونه، هتل ها خیلی ارزون تر است، یا مثلا برید ترکیه خیلی ارزون تر است. ولی اگه پرتغال باشید همه چیز ارزونه. بخواید مثلا یه سفر برید آلمان یا برید دانمارک یا برید انگلیس مثلا، خب یه دفعه میگی آ چقدر گرونه، هتلاتونو باید داونگرید بکنید، اون خوشگذرونیاتونو باید کمتر بکنید به خاطر اینکه اون هزینه هاتون رو در واقع بالانس بکنید. خب ولی در دانمارک مثلا حقوق شما بیشتر هست، خب برای مسافرت رفتن یک مقداری دست شما بازتره. این نکته بود که من میخواستم بگم. همیشه دوستان میگن خب هزینه های زندگی هم کمتر، درسته برای اون کشور، ولی در زمان مسافرت شما با مشکل روبرو خواهید شد. خیلی از جاها در کشور پرتغال پول نقد قبول میکنن یکش، ولی در دانمارک باورتون نمیشه، شاید من این 3 سالی که در دانمارک هستم شاید کمتر از 3 بار پول نقد استفاده کردم. همینجا که میرم کارت استفاده میکنم،
و خب این سیستماتیک بودن یک کشور نشون از پیشرفت و الکترونیک بودن و درست حساب درست درمون بودن یک کشور داره. اما پرتغال مثل کشورهای دیگه جای به نظر من جایی که خیلی بیشتر کش از شما قبول میکنن، یک مقداری سطح اون کشور از نظر مدیریت و خدمات اجتماعی لولش پایین تر هست که تو خیلی دوست دارن پول نقد خرج کنن چون که از مالیات فرار میکنن. ممکنه این کشور خودمون هم همینجوری باشه، ایران، از مالیات فرار میکنن، اینا دوست دارن پول نقد بدن که قابل ترک نباشه. ولی در دانمارک چون همه چیز رو حساب و کتاب و قانون هست، خیلی از جا اصلا پول نقد قبول نمیکنن، معمولا موبایل پی هست و یا کارت بانکی قبول میکنن. این نشون دهنده اینه که خب کشور قانونمند هست و هرچه به نظر من هر جا کشوری که شما برید از شما کش یا پول نقد قبول بکنن و کارت قبول نکنن، خب نشون میده که یک کشور بیقانونی هست. ساخت و سازهای پرتغال هم خیلی جالبه، میگن زمستونا توی خونه سردتر بیرون میشه، نمیدونم من چرا، به خاطر اون بحث ساختمانهای قدیمی و بحث گرماش و سرماش و ونتیلیشن خونه ها هست که متاسفانه این هم خیلی از دوستان اشاره کرده بودن. و انرژی هم خیلی در کشور پرتغال گرونه و همچنین زبانش هم همونجوری که گفتم پرتغالی هست و خب اینا به در واقع نکات منفی کشور پرتغال اضافه میکنه. به نظر من سعی نکنید از پرتغال پل بسازید. خب چه کاری؟ پرتغال برای افرادی خوبه که مثلا توی 50 سالگی هستن، یه پول خیلی قلمبه جمع کردن، میخوان به این صورت مثلا ثبت شرکت. البته من وکیل مهاجرت نیستم، مشاور مهاجرت نیستم، دقیقا چیزایی که میشنوم میگن ثبت شرکت میشه بری پرتغال یا نمیدونم بیزینسی میشه بری اسپانیا. برای همچین افرادی خوبه که نمیتونن کشفیت، یعنی اون سنشون کمه، مثلا سنشون زیاده، نمیتونن دانشجویی مهاجرت بکنن، یا از نظر آفر کاری مدرک دانشگاهی ندارن، نمیتونن آفر کاری بگیرن، یا دارن به هر حال اون آفر کاری رو نتونستن به هر دلیلی بگیرن. برای این افراد خوب اسپانیا پرتغال بیان، حالا مثلا بتونن یه پاسپورت اروپایی بگیرن که آخر عمرشون خیلی راحت بتونن سفر بکنن، مشکل نداشته باشن. در غیر این صورت اگر شما سنتون کمتر از 40 سال هست، به نظر من کشور پرتغال و یا اسپانیا رو برای مهاجرت انتخاب نکنید. البته نظر شخصی منه، به هر حال تصمیم نهایی به عهده خود دوستان هست. گفتم که خیلی از دوستان میان کامنت میذارن میگن که از این کشور طرفداری میکنی، از دانمارک چون خود دانمارکی. من گفتم الان دانمارک و کانادا رو با هم دیگه مقایسه کردم، من اصلا طرفدار انگلیس هم به دوستان بگم اصلا طرفدار دانمارک رو نمیکنم. الان بین کانادا و دانمارک گفتم که کانادا کشور بهتری است برای مهاجرت و من با آمار ارقام صحبت میکنم و با فکت. اگر دوستان دلیلی دارن، فکت قانع کننده ای دارن، زیر این ویدیو کامنت بذارن که من هم از شما دوستان چیزهای جدیدی رو یاد بگیرم. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و وقت گذاشتید. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو هم سابسکرایب بکنید. داره کانال من به 2000 تا نزدیک میشه و خب به خاطر حمایت شما دوستان بود. یک بار دیگه از شما دوستان تشکر میکنم به خاطر این حمایتی که این مدت، این یکی دو سالی که من کانالم رو راه اندازی کردم از من کردید. باز هم از شما دوستان سپاسگزارم. خب دوستان امیدوارم همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و در انتخاب بین دانمارک، کانادا و پرتغال، پرتغال حذف کنید. اول اگه شد برید کانادا، اگه نشد هم تشریف بیارید دانمارک، ما در خدمتتون هستیم اینجا. تا ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.